حمس کمبت قرار قبل از لیست شدنش یک سری افراد رو بیاد مسدود بکنه. به گفته خودش مثل ناتکون که اومد 20% از کاربراش رو حذف کرد، قرار به همون روش بیاد 20% از کاربراش رو حذف بکنه و حالا از 80%ش استفاده بکنه برای پخش توکن با ارزش خودش، و قراره برای اون 80% کاربراش هم 20% از توکن هاشون رو آزاد بکنه که در ادامه ویدیو به همه اینا میپردازیم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اینجا کانال فول پی اس، کانال خودتون، ممنون میشیم حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید. چرا؟ چون محتویاتی در مورد بات های ادراپی، کسب درآمد دلاری از تلگرام و این مسیر پروژه ها تا رسیدن به مقصد لانچ شدنشون رو بتونیم بهتون کامل توضیح بدیم، تا بتونید از این فرصت و از این تابستون پرپول بتونید یه سود خیلی خوبی داشته باشید. خیلی هاتون واسهتون سوال شده که آقا چه اتفاقی میفته که حالا ما اکانت همسر کمبتمون بالا نمیاد. اکانت همسر کمبت شما وقتی بالا نمیاد، مشکل از سروره. به احتمال 1-2% هم احتمال بن شدن شما وجود داره، ولی به گفته خود همستر کمبت مسدود کردن متقلبای بازی قراره 1-2 روز قبل از لیست شدن بند بشن. یعنی امکان نداره شما همین فردا، یعنی امشب بخوابی بیدار شی ببینی آقا فردا اکانت همسه کمبتت بالا نمیاد، احتمالش خیلی کمه، چون نمیاد همین امروز مثلا شما رو بند میکنه. هدف اصلیش اینه که حالا 1-2 روز قبل از لانچ شدنش بیاد برای متقلبا اقدام بکنه و بتونه خیلی خیلی عادلانه توکن خودش رو پخش بکنه. اوتو کلیکر، داشتن چند تا اکانت، بخش هایی از این موارده که حالا میخوام بریم داخل گوشی اونجا کاملتر بهتون توضیح بدم. اصلاحی میکنم من یه خورده بی حالم، سهم خوردم، گلوم اینو کلن ریخته به هم. بچه ها حتما داخل کانال تلگرام ما جوین بشید. بات هایی مثل داگز، کتز، اصلاحی میکنم بلوم، بامپ، چتیزن، راکی بیت، خیلی بات های دیگه است که من حالا حضور ذهن ندارم. خیلی بات های ایزراپی پرسود، کاربرا کم و ارزش توکن ها بالا و درصد توکن هایی که قراره به کاربراش پخش بشه بیشتره. حتما داخل بات های ایزراپی که خب حالا تعداد کاربرشون کمه ولی تیک آبی دارن، معتبرن، قطعا وقتی ما معرفی میکنیم بهتون، کلی تحقیق کردیم، ربات مثل ماجور اینا قطعا ربات هایی هن که تو این چند ماه آینده قرار لیست بشن و سود خیلی خوبی به ما بدن. حتما ربات ها رو استارت بکنید، از پروژه ها عقب نمونید، استفاده بکنید کامل تمام وقتتون رو روی همسر کمبت نذارید. اگه شما امروز با همسر کمبت آشنا شدی، قطعا همسر کمبت میتونه یه راهی باشه برای ورود تو به دنیای کریپتو و سود تو از این دنیا. یعنی همسر کمبت دلیلیه تا وارد این دنیا بشی و سود تو قرار از ربات های دیگه باشه که قرار ما به داخل کانال تلگراممون معرفه بکنیم. حتما قبل از اینکه بریم داخل گوشی، کانال ما رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت بذارید، بریم داخل گوشی، اونجا ادامه ویدیو رو کامل بهتون توضیح میدم. خیلی خوب دوستان گل گلاب، این قسمت هم میبینید دیلی کد مورس داخل کانال تلگرام کد مورس رو واسهتون گذاشتیم. این هم دیلی کومبوی که اینا رو همه رو داخل چنل تلگرام واسه تون میذاریم. خیلی خب بچه ها، خواستیم در مورد این که چجوری چه کارهایی بکنیم بند میشیم، چه کارهایی نکنیم بند نمیشیم، کامل باهاتون صحبت بکنم. و یک موضوع خیلی مهم که ما هر روز داریم انجامش میدیم و از این غافلیم که آقا همین کاری کوچیکی که ما داریم انجام میدیم احتمال 99% میتونه ما رو بند بکنه. یکی از موردهای اصلی که 100% توی بند شدن ما تأثیر خواهد داشت، استفاده از اوتو کلیکر و استفاده از اکانت هایی که خب متفرقا ما استفاده نمی کنیم و تو گوشیمون. خواهش میکنم اگه رفرال گرفتید با اکانت خودتون، حتما وارد این بخش بشید، ستینگ دیلیت اکانت رو بزنید و جلوی بن شدن اکانتتون رو بگیرید. چرا؟ چون واقعا زحمت کشیدیم، هم من هم شما، و خوشایند نیست واسمون بعد از این همه زحمت یو اکانتمون بن بشه. این کار رو حتما بکنید.
همونجوری که حالا طبق ویدیو اول ویدیو بهتون گفتم 20% از کار برای خودش رو میخواد بند بکنه. یه موضوع دیگه میخوام اینجا بهتون بگم بچه‌ها، نگاه کنید، 20% از کاربرای خودش رو میخواد بهم بکنه، داره سختگیری‌ها شروع میشه، میخواد عادلانه تر توکن های خودش رو بین کاربراش پخش بکنه. خیلی از ماها داریم از وی پی ان استفاده میکنیم، شاید ترس برامون داره آقا ما وی پی ان مون رو هی آی پی مون رو عوض میکنیم این کشور اون کشور، آقا آیا تأثیری داره؟ خیر، خیلی سوال پرسیده بود. خیر، تأثیری نداره عزیز من، اصلا تأثیری نداره. چرا؟ چون خب حالا خیلی از کشورهای دیگه هم هستن که خب حالا تلگرام بخاطر کشورشون فیلتره و از وی پی ان استفاده میکنن، حالا پروکسی وی پی ان، و خب با این موضوعات موردی نداره. ولی تسک جدیدی که خود ناتکوین اضافه کرده، من چندی سری رفتم امتحان بکنم، اگه ما بخوایم ماجور بهش اضافه بکنیم و ماجور خودمون رو واریز بکنیم به حال تسک جدید ناتکوین، میگه که داخل کشور شما مجاز نیست این کار و محدودیت. حتی آی پی کشور رو عوض کردم، زبان تلگرام گوشیمو عوض کردم، بازم این امکان واسه من فراهم نبود. امیدوارم در انتهای لیست شدن همچین خبرایی رو نشنویم که آقا داخل کشور ما غیر مجاز یا هر چیزی اصلا زیاد امکانش نیست که ما بتونیم حالا از این بات استفاده بکنیم. خب احتمالش خیلی کمه، بازم میگم امیدوارم که از این خبرها و از این سنگ ها توی مسیر ما نیفته. چرا؟ چون حالا اوایلی که حالا در مورد صرافیایی که قراره توکن هم مثلا داخلشون لیست بشه صحبت کرده بود، گفته بود آقا داخل این صرافی ها لیست میشه، چند تا صرافی نام برده بود که فقط ما داخل ال بانک اون صرافی ها از بین اونا فقط میتونیم داخل ال بانک ثبت نام بکنیم. چرا؟ چون بقیه صرافی ها ما رو تحریم کرده بودن، ما نمیتونستیم حالا با شناسنامه خودمون یا هر چیزی اکانت بسازیم داخل اون صرافی ها. و خب جای جالبش اینجاست که حالا ال بانک ما رو تحریم نکرده بود و خیلی راحت میتونستیم با یه جیمیل احراز هویت بکنیم. میگم که از این خبرها هی میومد میرفت میومد میرفت. امیدوارم این موضوع لیست شدنش تا 30 جولای یعنی 11 مرداد هیچی هم بهش نمونده، امیدوارم کش پیدا نکنه. کلن بات های دراپی پروسه زمانشون همینه که آمار بازدید خودشون رو تا انتها ببرن بالا و بازدید و بازخورد خودشون رو روز به روز ببرن بالا و درآمد بهتری داشته باشن تا حالا بتونن قسمتی از درآمدشون رو برای پخش حالا توکن های خودشون و برای سرمایه گذاری رو کاربراشون و حالا پخش توکنشون پرداخت بکنن. خود همسته کمبت بعد از لیست شدنش قرار نیست همه ی توکن هاشو به ما اهدا بکنه تا ما بتونیم از همهش استفاده بکنیم. تاپ صاحب اومد بدقولی کرد از کاربراش، حالا چندین هزار کاربرش رو از دست داد سر بدقولی هاش و دیگه مردم بهش اعتماد نمی کنم. امیدوارم این پروسه داخل همسته کمبت اتفاق نیفته و سر تایم طبق گفته خودش 20% از توکن های ما رو آزاد بکنه تا ما بتونیم اون توکن هامون رو نقد بکنیم و استفاده بکنیم. بچه ها اوتو کلیکر داشتن چند اکانت در یک گوشی غیر مجاز و تقلب محسوب میشه. شما تلگرام هم 3-4 داشته باشی، داخل تلگرام های دیگه اکانت داشته باشی، احتمال بند شدنت هست. این کار رو نکنید بچه ها. نظر من اینه بچه ها این کار رو نکنید. خیلی ها میان این کار رو بکنن یا میگن آقا اینجوری طرز فکرشون اینجوری که آقا یا تیرم میخوره به هدف یا تیرم نمیخوره به هدف، یا میبرم زیاد میبرم یا میبازم اصلا نمیبرم. از زمان این طرز تفکر واسه قماره، مثلا تو بخوای فیوچرز بری داخل دنیای کریپتو مثلا روی ارز ببندی بگی آقا یا سود میکنم یا سود نمیکنم، تو داری تقلب میکنی با این کار، یعنی 100% بند میشی به نظر من و به نظر خود همسه کمت. امیدوارم در حال حاضر اگه شما چندین اکانت داخل گوشیتون دارید همین الان برید اقدام کنید به دیلیت اکانت کردنشون.